بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جلال و زوال در دست اوست. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های بدون سانسور. سمیر اندیشمند با تیم همکار باز هم در خدمت شما در یکی دیگر از برنامه های بدون سانسور هستیم. امیدوار هستم که شب روزتان پر از آرامش الهی باشه و در هر کجای از افغانستان و جهان که هستین خوش، آرام و سرحال باشه. با یکی دیگر از سوژه ها آمدیم خدمت مردم و سوال مطرح کرده. به عنوان نخستین سوال گفتیم اگر یا شما دوست دارین رئیس جمهور باشین یا اگر رئیس جمهور باشین، حالا فرقی نمیکنه. دوست دارین رئیس جمهور باشین؟ وطندارا پاسخ گفتن، هر کس هم پاسخهای متفاوت بر اساس یک سری موارد و دلایل پاسخ خودشان را ارائه کردن. بریم و با هم یک جا ببینیم. در مورد سوال شما باید بگم که در شرایط فعلی شما رئیس جمهوری نداریم. اگر شرایط باشه چرا که نه، علاقه مندم. بله، او به اراده خداوند است. اگر الله جل جلالو خواسته باشد این وظیفه رو حتما قبول میکنم، به خاطر از اینکه خدمت به جامعه، به مردم، مردم مصروف و کارشان، این حرف خوبیه. و این برادر که جلوتر از ما رئیس جمهور بودن به دو کشور و به کشور خود ما، اونم مثل ما همیتی اگر انسان بودم درس خوندم، بالاخره خدا هم میخواست اونه رئیس جمهور شدم. اگر خدا هم برای ما هم بخواه، ما هم باید این لطف خدا هم در نعمتی که خدا هم بده ما این کارو میکنیم. و اما خود ما فعلا تقاضای حرف ندارم، اگر خدا بخواه ما حاضر هستم. بله، که به وظیفه قبول کنم. بله، چرا نه؟ چرا رئیس جمهور شدم به ملت خود خدمت میکنه، به جامعه. بله، چرا؟ چی خاطر؟ به خاطر خدمت به مردم خود، وطن خود، به خاطر ملت خود. بله، یا چرا؟ چرا؟ به خاطر از اینکه هر مسئولیت و هر وظایفی که داشته باشی باید هدفت خدمت به مردمت باشه. بله، باز وقتی که بخوای یک رئیس جمهور بشوی و یک مسئولیتی بزرگی به عهده بگیری، باید به مردم خود خدمت کنی و مسئولیت پذیر باشی. و دوست دارم ولکه رئیس جمهور نشیم اصلا. دوست داریم که رئیس جمهور نشیم؟ بله، شور رئیس جمهوری هم از خود خیلی کار و کتاری داره که ما شاید اونقدر لیاقت نداشته باشیم. که دوست داشته باشیم که رئیس جمهور باشه. بگوییم بله دوست دارم رئیس جمهور باشه. حالا فرض بری بگیریم که شما. نه ما دوست نداریم که رئیس. نه ما دوست نداریم. شما یک نه مرغ ما یک لگ داره. دوست نداریم رئیس جمهور. این سوال شما طبیعه، طبیعتاً که دوست دارم، البته در افغانستان نه. بله، اگر شرایط مهیا باشه خب، چون لیاقت خیلی ندارم. بازم میشه که اگر شرایط مسئولیت زیاد بوده. بله، میشیم اگر باشه. بله، افغانستان چون که بلان اگر قانونی نداره، ما دوست داریم که افغانستان پس قانونی داشته باشه. یعنی به اون لحاظ بله، اگر زمینه مساعد باشه. اگر استعداد دیر داشته باشم بله. به خاطر از اینکه یک رئیس جمهور باید حتما اول از اینکه او باید مستر باشه و تمام امکانات را داشته باشه و او باید تجربه کاری داشته باشه تا که بتونه به ملت خود، به مردم خود چه قسم خدمت کنه. ما خود هر کس دوست داره رئیس جمهور شه، ولی باید استعداد داشته باشه. بله، چرا نه؟ چرا دوست داری رئیس جمهور شیم به وطن خدمت کنیم؟ بله، چرا؟ به خاطر که بتونم دست یک فقیر کمک برای یک فقیر، برای یک وطن، برای یک مشاری کرده بتونم، خدمت به جامعه کرده بتونم. خب وطندارا، جواب تمام وطندارایی که پاسخ دادن را با هم یک جا شنیدیم. من حیث دومین پرسش از وطندارا قسم مطرح کردیم. فعلا که در جوامع مختلف، هم در افغانستان هم در بیرون از افغانستان، پول واقعا یک بحث اساسی شده و اکثر مردم دوست دارن از هر راه ممکن به پول برسن. مشروعیت پول و نامشروع بودن پول بر تعداد قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست و ارج هم نمیگذارن. به قصهش هم به اصطلاح عام نیستن که پول از راه مشروع آمده و یا از راه نامشروع، اما دوست دارن پول دار باشن. خب این پول عاملش چی است؟ چقدر واقعا میتونه این پول خوشبختی بیاره یا چقدر این پول ارزشمند است؟ مثل که علما میگن ما یک کاغذ ساختیم و خود غلام آن کاغذ شدیم.
واقعا چقدر حقیقت داره که ما غلام همون کاغذی هستیم که خودمون ساختیم. به هر صورتش من هست دومین پرسش از وطندارا پرسیدیم که اگر یک کارمند ساده باشین در یکی از نهادها و 50,000 افغانی حقوق داشته باشین، اما اگر بخواین رئیس جمهور باشین 5,000 افغانی حقوق دارین، اما بست ریاست جمهوری در اختیارتان هست، کدامش را انتخاب میکنین؟ هر کس جواب متفاوت داد، کس پول پذیرفت، کس مقام پذیرفت. و اما چرا؟ خودتان بشنوید. شما اگر جای اونا می بودین پول را انتخاب میکردین یا مقام ریاست جمهوری را؟ معیار شما ها چی بود؟ جواب یک جا با هم میشنوید. دلیل اون که همی فضا تغییر بود، فضای که حاکم فعلا رو جامعه نما می فضا باشه. من نظر به توانایی که دارم و طرز فکر که جوانای امروزی بو به خصوص خودم دارم، فکر میکنم میتونم تغییرات در جامعه بیارم. این طرگه پسته که بخاطر از این که من خدمت به مردم بکنم، ولو که 5,000 نباشه 1,000 معاش باشه، ولو معاش نباشه او ریاست جمهوری رو قبول میکنم، بخاطر مردم به کار مصروف شم، مملکت ترقیدم، دین اسلام پیشرفت کنه، سطح علمی مردم افغانستان بالا بره، به او خاطر من ریاست جمهوری که با معاش کم هم باشه او ریاست جمهوری قبول میکنم. اما 5,000 بهتر از 5,000. 5,000 بهتر؟ بله. ولی رئیس جمهور باشه؟ بله. چیزی که به نفع ملت باشه، چیزی که به نفع مردم باشه، اگه چیزی که خدمت به مردم باشه، اگه او معاش هم کمتر باشه همون انتخاب میکنه. اگر رئیس جمهوری باشه یا کارمند ساده باشه فرق نمیکنه، چیزی که خدمت به مردم باشه او رو انتخاب میکنه. اولتر از همه کو خدمت به وطن خیلی مهم است. نباید دیگه دنبالی مسئولیت پذیر باشی و بخوایی که خدمت به وطن کنی، و چیزی مهمتر از خدمت به مردم و وطن نیست. من فکر میکنم همون کارمند ساده بیترتر نسبت به اینکه رئیس جمهور، چون مسئولیت هایی که رئیس جمهور داره هر کس رو نمیتونه انجام بده، مسئولیت سنگینیه. چون شرایط ما به این کارمند ساده بیشتر مهیاتر میتونه برای بله بله دیگه بعد واسه که با قانون افغانستان مثلا همین 5,000 برای معاش کو بیتره، ولی ولی به رئیس جمهور بودن دیگه 5,000 هم کمه. اگر من استعداد دار داشته باشم 5,000 افغانی رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه من استعداد دار دارم برای ملت خو خدمت میکنم به عنوان یک رئیس جمهور. اگر استعداد دار نداشته باشم امور با کارمند انتخاب میکنم. خب دوست داریم رئیس جمهور باشی؟ دوست داریم که رئیس جمهور. بله. همون 5,000. چرا 5,000؟ 5,000 که به خاطر که بغیر به این ملت و به این جامعه رسیده کرده باشم، اضافه که ما حقوق ما به 4 تا قریب رسیده برسته. خب جواب وطندارا را با هم یک جا شنیدیم. ریاست جمهوری را انتخاب کردن بر اساس امو خواسته ها و علایقی که داشتن. کسی گفت خدمت میکنم برای وطن، کسی گفت زمینی کار مساعد میکنم، کسی گفت امکانات برابر میکنم، هر چند پول اندکی در اختیار ما قرار داده شود مهم نیست، ولی کار میکنم که وطن و وطندار از فلاکت، از مشکلات، از موارد که وجود داره از مواردی که وجود داره خلاص بشن. یه هم وطندارای نازنین ما که جلو کمره رد میشن. به هر صورت خب من هستی سیومین سوال مطرح کردیم که وطندارا اگر برای شما همین فرصت مساعد بشه، پول داده بشه، باز هم ریاست جمهوری رو انتخاب میکنین؟ گفتن بله ریاست جمهوری رو انتخاب میکنین. وطندار دومم رفت. به هر صورتش خب ما گفتیم اگر امکانات برای شما داده شود، حالا در کنار از اینکه کارمند ساده هستین، 5,000 حقوق میگیرین، سفرهای خارجی برای شما مد نظر گرفته شود، تیاره شخصی در اختیار شما قرار داده شود و تمام امکانات برای شما داده بشه، باز هم بست ریاست جمهوری را انتخاب میکنین و یا میخواین همون کارمند ساده با تمام امکانات باشین؟ وطندارا جواب گفتن. قبل از اینکه جواب را ببینیم، واقعا چقدر فکر میکنین که خدمت برای خلق و با مردم چیز ارزشمند است؟ جوابتون حتما با ما شریک بسازید. اما
چه تعداد واقعا در افغانستان خدمت کردن؟ معیارشان برای خدمت در افغانستان چی بوده؟ نمیدانم. شما نظریاتتان با ما شریک بسازین و بریم که یک جا جوابا را ببینیم بشنویم. دوست دارم رئیس جمهور باشم بازم. بله، چون هدف اول اولویت پول نیه. ما تغییرات در جامعه بیاید. نه، ای که امکانات نداشته باشم دیگه او کار کنم کلی قبول نمیکنم. امو وظیفه پایین قبول میکنم که تو اندازه توان و امو امکانات داشته باشم که به مردم به معد عقل هم که باشه خدمت بکنم. او وظیفه رئیس جمهوری که ما داشته باشم خدمت به مردم کردن نتونم، او وظیفه هیچگاه ما قبول نمیکنم. خلاصه اینا رشوت میخوره دیگه پول. رشوت نخوره، برش داده بشه. اگر داده بشه مشکل نداره. آه دیگه اگه یه فرق نمیکنه هر کدوم باشه. اگه چرا هم یکیش انتخاب کنه رئیس جمهور، بازم همون که چیزی که خدمت به مردم باشه، به ملت باشه، به وطن باشه، مور انتخاب میکنه. برای من ارزشتر از خدمت به وطن هیچ چیزی مهم نیست. چی؟ برای من امکاناتی فراهم خارجی باشه چه فراهم بیرونی باشه، برای من هیچ فرقی نمیکنه. برای من این مهم هستی که به مردم خود خدمت کنم، کشور خود بسازم. دیگه برای من این مهم هسته. بازم من نظرم البته برای رئیس جمهور به این کشور نیه. به من کارمند ساده اکتفا میکنم و اگه هدف خدمت داشته باشم هر شخص میتونه، نه تنها من. اگر یک پوزیشن پایین هم داشته باشه، اگر واقعا خدمت بکنه. امروز شما ببینیم به یک اداره مراجعه میکنیم، یک کارمند پایین رتبه متاسفانه اگه عریضی داشته باشید باز هم برخورد از او حتی نسبت به رئیس همون دفتر بیشترتر، همراه مراجعین، همراه مردم. این چی برسه که رئیس جمهور به این کشور؟ همون مردم میدانن در افغانستان چندین رئیس جمهور گذشت، متاسفانه در پهلو از او اشخاصی که کار میکردن برای همه مردم ثابت شد که اینا در افغانستان چه کار بکردن و امروز همین بدبختی هایی که همه مردم تحمل میکنن اثر از او گذشته های. چرا؟ ولی اون دیارو شرایط که هست باز دوست داشتیم که رئیس جمهور باشیم. دوست داشتیم که؟ بله، دوست داشتیم. ما میخواییم که کارمند باشه. 50,000 برای ریاست جمهوری میده یا با کارمندی؟ اگر من استعدادش داشته باشم برای ریاست جمهوری رو انتخاب میکنم. اگر استعدادش داشته باشم، اگر نداشته باشم امور کارمندی رو انتخاب میکنم. رئیس جمهور باشه. چرا میخواید رئیس جمهور باشه؟ چون رئیس جمهور فرد کلان مملکت و بیشتر مملکت تحت کنترل نه. همون 5,000 چرا خوب دو جنبه داره. 5,000 یک جنبه نام و نشان و مثال سفرهای خارجی که رئیس جمهوری هم داره و دیوم از کمی معاش کم قناعت میگه قناعت سایل امن است از بایی با ما پاکش میده. قناعت خوب چیده، باید 5,000 بعد ما قناعت کنم زندگی خود خرایار کنم. امیدوار هستیم که تا ایدم از بدون سانسور خسته نشده باشه. جواب وطندارا رو با هم یک جا دیدیم و شنیدیم، آمدیم سوال را کم متفاوت‌تر ساختیم. من حیث پرسش چهارم چیز متفاوت‌تر پرسیدیم. گفتیم بیاییم از شوخی اگر بگذاریم. شوخی البته نکردیم. این برای شما میگم. خب، ما گفتیم اگر شما با امکانات برعکس با 5,000 دلار حقوق بخواین رئیس جمهور شوین، ترجیح میتین که رئیس جمهور باشین یا با 10,000 افغانی یک کارمند ساده؟ زیرا 5,000 حقوق گرفتن مسئولیت های هم با خودش داره. اگر مسئولیت شناس باشیم در قبال مردم، در قبال وطن، در قبال کار و در قبال اموراتی که به ما سپرده میشه صادقانه تلاش کنیم، کار کنیم و همون رقم به قول معروف هراتی های ما، هرچی پول بیشتر بتی آش بیشتر میخوری. یک چیز وجود داره و اما آیا همون آش خوردن بیشتر را ما ظرفیت شده داریم؟ و پول دادن خوب میشه، پول خود داده میشه توسط ملت، توسط سازمان، توسط نهاد، ولی آیا ظرفیت خوردن آش بیشتر را داریم؟ در بعضی مواقع یک سری انسان ها را اگر بیاییم از همون جایگاهی که داره بخوایم به اوج برسانیم، با ظرفیتی که وجود نداره همون جایگاه را به دست بیاره گم میکنه خودا. به هر صورتش دیدگاه شما هم بر ما مهم است. و اما سوال این گونه مطرح کردیم که اگر با 5,000 دلار برای شما پیشنهاد بشه که رئیس جمهور شوین، او را انتخاب میکنین یا با 10,000 افغانی یک کارمند بودن را، کدامش را انتخاب میکنین؟ انتخاب با شماست. بریم دیدگاه وطندارا را یک جا ببینیم بشنویم. خب میگم اگر رئیس جمهوری باشه که به من وظیفه داده شه و کارم بتونم بکنم، صلاحیتم داشته باشم، رئیس جمهوری قبول میکنم.
و اگر صلاحیت نداشت باشم همو وظیفه ماموری قبول میکنم ولی که ماشم کم باشه. دیگه همو $10,000 $5,000 دیگه بعد برقم خرج کنه که از پول ملت مصرف نشه. پول بانک ها جهانی که هست اونا رو میگیرن بخود خود خرج میکنن، سفرها خارجی بر و بر میرن، خلاص ملت بیچاره. یعنی رئیس جمهور دوست داشتید؟ بله. خب باز هم همون برمیگرده به خدمت، خدمت به مردم، به وطن، به ملت. خب چون اگه معاشی هم کم باشه همون رو انتخاب میکنیم، اگه باز هم خدمت به مردم باشه، به ملت باشه، به وطن باشه، اگه معاشی هم بیشتر باشه همون رو انتخاب میکنه. نه، من پیشترم برای شما عرض کردم که خدمت به وطن، خدمت به مردم هیچ چیزی مهمتر از سود و اینا نیسته و امثال اونا. دیگه برای من این مهم است که وطن خود بسازیم. فعلی هم که میبینیم وطن خود ما خیلی در اوضای سخت قرار داره، چه در اقتصادی، چه در امنیت. دیگه برای من این مهمتر از خدمت به مردم و خدمت به وطن هیچی نیسته. بازم اون چون معاشی هم بیشتره و رتبه هم بالاتره در این سال. دیگه طبعا اینکه کارمند باشیم بیتره که بلکه خدمت به مردم بتونیم کرده. بله بیتره. اگر من استعداد بشه نداشته باشم که رئیس جمهور شم، او را انتخاب نمیکنم، رئیس جمهوری نمیکنم، چون که کار باید به علی سپرده شد. خیانت بر ملت خوب کار نیست. دوست دارین یک کارمند ساده باشین؟ بله. خب بعضی جار نمیشه پول انتخاب کرد، بعضی جار نمیشه، همه جار نمیشه پول انتخاب کرد، بعضی جا مثلا همه جار نمیشه آدم رئیس جمهور باشه، بعد یک سلسله پینتر رو هم انتخاب کنه آدم بیتره دیگه. کارگر ساده. چرا یک دفعه تغییر کردین از خدمت؟ خب دیگه بس خدمت رو تمام شد کردم، دیدم نتونستم خدمت کرده، بس همون کارگری ساده خور بکنم بیتر تره. خوش آمدین وطن دارا. رسیدیم به آخرین سوال در برنامه امروز. خب پولم پیشنهاد دادیم، مقامم پیشنهاد دادیم، امکاناتم پیشنهاد دادیم، شرایط را هم پیشنهاد دادیم. وطن دارا جواب گفتن و اما در آخرین سوال یک محدودیت بسیار ریز و خردرک وجود داشت. گفتیم خب با این همه امکاناتی که بر داده میشه، اگر بخوای یک کارمند واقعا ساده باشی با تمام امکانات که قبلا یاد شد داده بشه، خب چه بهتر. در آخر سر تشویق هم میشی، تقدیر هم میشی و از کارکردهایت به خوبی یاد میشه. اما اگر بخوای رئیس جمهور باشی بعد محدودیت زمانی 5 ساله یا 10 ساله ای که در اختیارت قرار داده شده و در طول از این مدت هر کاری میخوای بکنی ولو خوب ولو بد، آخر دوره باید 2 سال بری زندان، کدامش انتخاب میکنی؟ چیز جالب، آیا یک فرد میتونه آزادی را بر زندان بودن یا بر زندانی بودن ترجیح بده؟ چقدر واقعا فکر میکنیم ما مردم آزاد هستیم و تعریف ما از آزادی چی است؟ مسئولیتی است که همه باید پاسخ بدیم برش. به هر صورت ما گفتیم اگر رئیس جمهوری هستی که زحمت هم کشیدی، تلاش هم کردی، کار هم کردی یا هم نکردی، آخر سر باید زندان بری، میپذیری یا نمیپذیری، یا میخوای کارمند ساده باشی بعد متقاعد شدن یا از کار کنار رفتن تقدیرنامه بگیری و بری در کنار خانواده و خانه خود زندگی راحت داشته باشی، چی کار میکنی؟ وطندارا جواب دادن و جوابای خوبی هم گرفته. کسی گفت اگر خدمت خلق خدا باشه مشکل وجود نداره، ما خدمت میکنیم، زندان را هم میپذیریم. و افراد دیگه هم دیدگاه های دیگه داشتن، با هم یک جا میریم و میبینیم دیدگاه هایشان را. ببینید سوال یک جورای اشتباهه. خب اگر رئیس جمهور رئیس جمهوری باشه نباید زندانی بشه، ولی اگر به 5 سال قراره که ما کار بکنیم که جامعه از این حالت خلاص شه، چرا ما زندانی بودن قبول نمیکنیم؟ ولی سوال یک جورای اشتباهه. این چه موضوع است که به خاطر ملت، به خاطر مردم، ما اگه وظیفه به ما داده شد تمام کارا به شورا و ما به موسی پیدا به اهل خبره
اهل علم به اینا معاول میکنم، لوی جرگه تشکیل میدم، علما به راست میارم، به راست کار میارم. آن تو عبدالامانات چون خداوند نگه کار بسوی اعلی از او بدیم و کار به اعلی نسپرم و کوشش میکنم که به اون مملکت خدمت شه که به تمام جهان کشور ما نمونه شوه. هر کس که کار نیک بکنه همیشه یاد کدنیه، هر کس هم کار بد بکنه همیشه مردم رو نالاد میکنه. حالا اشرف خانی چه کار کرد؟ همه مردم رو نالاد میکنه. خب بعضی اگه من به طول همین 5 سال اگه من رئیس جمهور میباشم، اگه خدمت نمیکنم، ظلم میکنم با مردم، خب او حق من است که من 2 سال زندانی رو بکشم. ولی اگه من حق من مثلا اگه من خدمت میکنم با مردم، خب اگه ظلم میکنم با مردم، خب او کد زندانی نداره دیگه. برای من عدالت مهم است، درسته؟ اگر من به طبق قانون و چی زندانی شوم فرق نمیکنه، زندانی خود سپری میکنم، ولی خدمت برای من مهم است که به وطن خود بکنم، به مردم خود بکنم دیگه، این برای من مهم است. سپری میکنم ولی اگر هم چی باشم، اگر همون شخص من رئیس جمهورم میشدم و انتخاب من رئیس جمهور میبود و پشتیبانی میدیشتم و کار میکردم صادقانه و مردم همراه من میبودن و امشالا موفق میشدم و نیاز به زندانم نبود. البته همون ما بازم همون ماموریت میپذیرم، همون ماموریت صادره و هدف من اگر از خدمت باشه برای جامعه و برای مردم، انشالا با همون موفقم خواهیم شد. اگر پابند به قانون بودی که 2 سال زندانم بشد اشکال نداشت، بازم رئیس جمهور میشد. بر قانون که اگر تخطی کرده باشم در قانون، باز به او هم مشکل نداشت، زندان هم برفتی بازم رئیس جمهور انتخاب میکرد. کارمند اگر کارمند واقعا برای مردم خدمت بکنه، کارمند بیتر باشم. بله، باز همون رئیس جمهوری رو انتخاب میکنم، زندان رو قبول میکنم به خاطر خدمت بر ملت. همون کارمند ساده باشی بهتره. آو دیگه زندان رو قبول میکنه؟ خب قبول میکنه. خب بعد زندان آدم یک بار وقت بره به زندان. وقتی که آدم به کارگری هم باشه، کار خوب به صداقت انجام بده، انشالله زندانی نمیشه. اگر رئیس جمهور هم باشم که صداقت خدمت نکنم، یا مجبورم فرار کنم یا داخل زندان جامعه. سپاسمند حضور شما خوبان و فرهیختگان گرامی هستم که همیشه بدون سانسور رو میبینین، مشوق ما هسته. این بود یکی دیگر از روزهایی که سپری شد و از عمر ما کم شد، یا هم خوب است بگویم به تجربیات ما اضافه شد، و یکی دیگر از برنامه های بدون سانسور که تقدیم حضور شما خوبان شد. پیشنهادات، انتقادات و نظریات سالم شما همیشه به خاطر بهبود برنامه نیاز است، پس حتما نظریات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعدی که سمیر اندیشمند با تیم همکار که در پشت صحنه هستند و امروز آقای زلمه عزیزی لطف کردند، دیگه همکارایی که هستند در خدمتتان قرار میگیریم. تک تک تان به الله بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدارتان.